بچه ها سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز قراره بگیم از کجا برای کنکور 1402 و 1403 استارتتون رو بزنین. یک کلاس فوق‌العاده از بررسی کنکور 1400 و 1401، تغییراتی که اتفاق افتاده و اینکه قرار امسال چی کار بکنیم. منتظرتون هستیم. چت هم لطفاً به من بدین من بتونم بچه ها رو ببینم. سلام میکنم به همه بچه‌هایی که حالا تو لایو پیج خودم، لایو پیج کلاسینو و از سایت کلاسینو در خدمتتون هستیم. به 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 به، سلام 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 سلام. میخوام یه حرکت رویایی بزنم، یعنی فقط از روی تحلیل سوالات کنکوره همین 400 و 401 مسیری رو به تو قرار بدم که اصلا ندونی چه خبره، نابود کنی، مشاور بخوای امسال بگیری نگیری، مسیرت رو بدونی که باید به چه صورتی پیش بریم. سلام 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 سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. سلام سلام سلام، به 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 به، بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. در روز اول عجیب با آراد مبشر اقدم در خدمتتون هستیم. میخوام بدونی فرست کلاس به سبک آراد یعنی چی. اول خودم معرفی بکنم، یه تعدادی از بچه ها ممکنه من رو نشناسن. من دکتر آراد مبشر اقدم هستم، فارغ التحصیل متوسطه اول دبیرستان مفید تهران، فارغ التحصیل متوسطه دوم مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان استان تهران یا همون تیزهوشان، فارغ التحصیل پزشکی سراسری روزانه دانشگاه شهید بهشتی، مشاور ده ها رتبه زیر هزار کنکور ریاضی و تجربی و انسانی و مشاور قبولی های یکم عجیب. برو میخوام بهت بگم که قبولی های یکم عجیب یعنی چی. اول از همه شروع میکنم، یه تعدادی از بچه ها پشت کنکورن، یه تعدادی از بچه ها سالها از کنکور دور بودن، یه تعدادی از بچه ها فاصله شون زیاد شده، یه لیسانسی گرفتن، شاغلن، میخوان ببینن الان باید چه کار بکنن. یک نمونه رو براتون میخوام بگم. خانم محشید جعفری لیسانس یه رشته دیگه، 7 سال فاصله از کنکور، سال کنکورشون شروع کردن، پزشکی شهر تهران رو پذیرفته شدن. خانم محشید جعفری، همه بچه‌ای که معرفی میکنم فیلمشون داخل پیج هست، به صورت کامل میتونید برید فیلم مصاحبه هاشون رو ببینید. پیج من هم هست، دکتر بشیم دات آی آر. برو بریم نفر بعدی. اون 7 سال پشت کنکور، 7 سال دور از کنکور بود، 4 سال پشت کنکور، دندان پزشکی شهر تهران، 4 سال پشت کنکور. خانم نسیم کریم نژاد که در سال چهارم با وجود مشاورهای سالهای قبلی و اومد پیش ما و تونست به دندان پزشکی هم برسه. میریم نفر بعدی، کسی که 3 سال پشت کنکور بود، داستان بسیار عجیبی داره. قبولی خانم سارا سیفی، حتما وارد پیج من بشین دکتر بشیم داتایار، یه لایو مفصل هست که همین عکس تصویر کاورش هست، حتما ببینید. یعنی واقعا قوقا میکنه این ویدیو در زندگی شما که ببینید چقدر میتونید متحول کنید زندگیتون رو با یک برنامه ریزی درست. باز همیشون پزشکی شهر تهران رو داشتیم. بریم نفر بعدی، خانوم کیانا احمدی، 2 سال پشت کنکور، پزشکی مازندران رتبه 400 کنکور، البته تهران هم پذیرفته میشدن اما خودشون چون که دانش آموز بهشهر بودن مازندران رفتن و پزشکی مازندران. و این رو بهتون بگم، این که کسی در پشت کنکور بیاد بشه رتبه 3 رقمی خوب 400، خیلی عالیه. بچه پشت کنکور فشار پشت کنکور رو کاملا حس میکنن. بریم نفر بعدی. بعضیا میگن آقا مشاوره آنلاین ال بل فلان و بیسان، نفر قبلی هم آنلاین بودن، ایشون هم آنلاین بودن. خانم محدثه اسماعیل زادگان از لب مرز بازرگان فقط با کتاب و منابع و نحوه مشاوره که براشون انجام شد تونستن دندان پزشکی قبول بشن. دندان پزشکی سراسری بهشون تبریک میگیم، همین کنکور سال گذشته هم بودن و فوق‌العاده دانش آموزی که تونست زندگیش رو تغییر بده. یه سری از بچه ها هستن در سال کنکورشون دچار مشکلاتی میشن، 2 ماه 3 ماه بیماری پیش میاد، اتفاقی در زندگیشون پیش میاد، از کنکور دور میشن. بردیا دقیقاً همچین کیسیه. بچه ها از 7 سال پشت کنکور شروع کردم تا کنکوریا رو بشوریم ببریم، انواع قبولی ها تو هر جلسه هم میگم، جلسه بعدم یه سورپرایز وحشتناک دارم. بردیا رحمتی کامل رتبه 110 کنکور، دانش آموزی که 3 ماه تقریبا از 11 و 3 ماه تقریبا از 12 رو به مسائلی از دست داد و اون 3 ماه 12 قبل از کنکور بود، قبل از عید بود و باز هم تونستیم که
به اون رتبه مورد نظرشون پزشکی دانشگاه تهران و رتبه سرادهی کنکور برسونیمشون. در این جلسه قرار راجع به چی صحبت کنیم؟ کلی مطالب خیلی باحال دارم. نحوه درس خواندن تک به تک دروس با بررسی کنکور 1400 و 1401 و تغییراتی که تو این کنکورها بوده. روتین تضمینی رتبه کنکور که اگر مشاور نداری این روتین رو بذار تو برنامه‌ت، فوق‌العاده تضمینی کمکت میکنه. نحوه زدن تست آموزشی برای هر تک درس، چجوری باید تست آموزشی بزنی. در جلسات بعدی تست آزمونی رو داریم، زمان سنجی شخصی رو داریم، تعیین زمانی داریم، خیلی کار داریم. نمیرسیم همه تستا رو بزنیم. بچه‌ها تو پایه خیلی وقتا بوده که نمیرسیدن همه تستا رو بزنن. چرا نمیرسیدن؟ روش‌هاش که چجوری برسیم؟ و اینکه تستا رو همش غلط میزنم. چرا تستا رو غلط میزنم؟ در پایه درس میخونم اما تستا رو غلط میزدم. شنبه هفته بعدی مجدداً جلسه داریم. مطالب جلسه بعدی پیش نیازهای کنکور 1402 و 1403 در تمامی درس‌ها رو بهتون اعلام خواهیم کرد. تابستون آزمون بدیم یا ندیم، یه بخشیشو این دفعه میگم، یه بخشیشو دفعه بعد میگم. معرفی کتب کمک درسی مورد نیازیتون در طی سال. آقا چرا این جلسه معرفی کتبو نمیگین؟ علتش اینه من یه چیزایی میگم ولی گاهن بچه‌ها نباید اگر کلاسی دارن تهیه بکنن که معلماشون این هفته فرست کلاسشون رو برن، منابعشون رو بگن، بعد که معلم رو انتخاب کردن دفعه بعد کانفرم کنیم، دفعه بعد با هم تایید بکنیم و دیگه اون رو دیگه تکمیل بکنن دیگه کتاباشون رو برای یکم مرداد ماه. عمومی حذف شد یا نشد چی کار کنیم؟ کامل بهتون توضیح میدم. نقشه اصلی سال تحصیلی به چه صورتی هست؟ بررسی تغییرات سوالات کنکور 1401. برو بریم بچه‌ها. نحوه درس خوندن رو اول از همه میخوام بهتون توضیح بدم. ما چجوری باید درس بخونیم؟ اولا بدونین اگر معلم دارین قطعاً با سبک معلمتون بخونین، قطعاً با سبک معلمتون بخونین که بهترین روش رو داشته باشین. اگه معلم ندارین یا سبک معلمتون خوب نتیجه نگرفتین سال قبل با همین معلم بودین، با سبک من بخونین. یه داستان خیلی مهمی هست بچه‌ها بهتون بگم. حتماً باید اگر با من مشاوره داشته باشید یا اگر میخواید موفق بشید آزمون بدید. بچه‌ها به هیچ وجه امسالتون رو بدون آزمون نگذرونید. من به عنوان مشاور میگم آزمون از ثبت نام مشاوره واجب تره. آقا ما مشاوره ثبت نام کردیم، معلم‌ها رو ثبت نام کردیم، هزینه آزمون رو نداریم. مؤسساتی که راضی هستن برید ببینید بعد از آزمون توی سایتشون آپلود میکنن سوالات رو، همون سوال رو بگیرید از خودتون تو زمان آزمون آزمون بگیرید. هیچ اجباری نیست حتما برید سر جلسه، گرچه خیلی مهمه و خوبه که شرایط جلسه رو زیاد، اما از نظر مالی اگر مقدور نبود مؤسساتی که راضی هستن و سوالاتشون رو آپلود میکنن بعد از جلسه دانلود بکنید و بتونید حتما بزنید. بچه‌ای که با من جلو میرن حتما باید سوالات قلمچی رو از خودشون امتحان میگیرن. حالا میگم چرا، حالا بهتون میگم چرا. بسم الله بریم سراغ سوالای ادبیات. متن کتاب از کنکورهای اواسط دهه 90 از متن درس سوال میدن. پس فقط مبحثی خوندن بیای آرایی بخونی، قرائت بخونی، دستور بخونی کافی نیست. آقا کجا سوالش عزیزم؟ یه تفاوتی که داره مشاوری که خودش کنکور رو بشناسه با کسی که فقط شنیده باشه اینه عزیزم. اینجا رو بیا شما داشته باش، بریم بالا. من این مسیر رو خودم طی کردم. این سوالات عمومیش نیست. میشه سوالات عمومی کنکور 1400 بر من دانلود کنیم؟ اما چرا فایل عمومیش نیست؟ عمومی کنکور 1400 تجربی اگه من لطف کنید ممنون میشم. خب بریم بچه ها تا این 400 رو من بدین. عمومی ها شفق عمومی تجربی بریم بچه ها، بریم اینجا رو بریم بعد تا این اسلاید تموم بشه عمومی 400 برای من بیاد. آرایه، آقا یک بحرانی رو ما در آرایه داریم متاسفانه. این بحران، بحران بسیار بسیار بدیه. بحران آرایه چیه؟ دانش آموز سال دهم میگه که آقا من که فعلا کنکوری نیستم، معلمش هم میگه فعلا کنکوری نیست، آرایه رو کامل نمیگه. دانش آموز سال یازدهم معلم ناقص میگه چون یک سری آرایه ها رو باید در سال دهم ایشون یاد میگرفته و یاد نگرفته، میگه دانش آموز سال بعد کنکوری معلم دوباره درس میده. معلم سال دوازدهم هم گاهن چه مشکلی داره؟ میاد میگه که خب دهم و یازدهم که آرایه ها رو خونده، ما الان فقط میریم تو تکنیک رو زدن. بچه ها
آرایه همونقدر که قیافش ساده است ولی برای ما خیلی مهمه. بیاییم بریم سراغ کنکور اول 1401. من یه چیزی رو بهتون نشون بدم در عمومی 1401. خب من اینو یه ذره بزرگترش کنم. خیلی بزرگ شد دیگه. امیدوارم که کیفیت تصویر برای شما خوب باشه. اینجا کیفیت تصویرش خوب نیست، علتش من سایت سازمان سنجش نالود که اما کیفیت پایینی رو گذاشتن. بچه ها خوب نگاه کنید، نحوه سوالات آرایه رو خوب توجه بکنید، ببینید به چه صورتی هست. بچه ها خیلی از آرایه هایی که قبلا بچه ها خیلی بهش توجه نمی کردن الان برای بچه ها خیلی خیلی مهم شده. بچه ها مجاز رو ببینید، حسن تعلیل رو ببینید، این دوتا رو خوب با من داشته باشین. بیاین پایین، بیاین پایین، خیلی مهمه. هر وقت خونم گذاشتین به من بفرمایید که من بدونم. آماده است، مرسی. خب بچه ها خوب اینجا دوباره نگاه بکنید، اونایی که خیلی مهمه، ایهام، ایهام، مجاز، خوب نگاه کنید. حسن تعلیل، حسن تعلیل. بچه ها ایهام از دو سال قبل خیلی داره روش تاکید میشه، خیلی مهمه. و سبک سوال رو نگاه بکن، میگه بیت زیر به کدام آرایه های ادبی آراسته شده است. یعنی شما باید کل آرایه رو بلد باشی، به جز اینکه گاهن بشه تک و توک حذف کرد، اما کل آرایه رو باید مسلط باشی بتونی این سوال رو پاسخ بدی. میریم قسمت بعدی، مجدد نگاه کن. آرایه هایی که اصلا قبلا خیلی کمتر استفاده میشد، حسامیزی، ایهام، حسن تعلیل. برید کنکور هنر، شب کنکور هنر، دو روز قبل کنکور تجربی، فقط یه دونه برنامه دادم که 5 ساعت بچه های تجربی که یه روز فرداش وقت دارن یه سری چیزها رو دوره کنن. برید ببینید چیا رو گفتم و چیا داخل کنکور عیناً اومده. خواهش میکنم لایوش سیوه، حتما برید ببینید. حتی ما برای یک روز آخرتون هم براتون برنامه‌ای داریم که خیلی کمکتون میکنه. بچه ها خوب نگاه بکنید، تفاوت ها رو نگاه بکنید و شکل سوالاتی که عوض شده. شکل سوال میگه آرایه های فلان 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 به ترتیب. خوب نگاه کن در کدوم گزینه است. تو اگر آرایه رو تسلط وحشتناک نرشوشی، 5 تا بیت، هر بیت 1 2 3 4 5 تا آرایه رو توش چک کنی، یعنی باید 25 بار برای یک سوال آرایه رو چک کنی. خوب نگاه کن، اگر تسلط کامل پیدا نکنی روی آرایه نمیتونی. آقا از 1402 که عمومی حذف شده، من تکلیف این رو یک بار براتون مشخص بکنم. بچه ها تکلیف این رو یک بار به صورت کامل براتون مشخص بکنم که چه اتفاقی خواهد افتاد. خوب به من نگاه کنید. بچه ها کنکور 1402 دو حالت داره. آقا شما از تو سازمان سنجش میدونی؟ نه، همون داستانی که همیشه در خبرگزاری ها هم گفته شده. برادر من کنکور 1402 اون پنبه رو از گوش در بیار که من عمومی نخونم. والله ضرر میکنی، بالله ضرر میکنی. من نمیدونم چقدر باید توضیح بدم عزیزم. یا کنکور 1402 عمومی از داخلش حذفه یا حذف نیست. اگه حذف نیست که خب مثل قبله، این که توضیحی نداره، مثل قبله. اگر حذف باشه چی میشه؟ که به نظر من با این کنکوری که برگزار شد اینا نمیتونن 50 دور امتحان نهایی در هر سال برای همه با امنیت آزمون درست بکنن. اگر حذف نباشه گفته خود رئیس سازمان سنجشه، دیگه 20 نمره ای نیست، 100 نمره ایه. برادر عزیز من تو تقریبا کل دنیا اکثر آزمون ها به صورت تستی، آزمون هایی که میخوان سواد شما رو بسنجن، مثل آزمون رانندگی. بابا رانندگی مهمتر که نداریم. تو دسته آدم یه تیکه آهن میدی که تو خیابون میتونه همه رو له کنه بره. چرا تستی هن؟ چون در امتحان تشریحی سواد مطلق شما به صورت کامل نمیتونه جایی سنجیده بشه. حالا آزمون تستی قرار نیست باشه، چه شکلی میشه اینجا الان بیا بهت بگم. خیلی خوشگل میخوام بهت بگم چه اتفاقی برای آزمون میفته. امروز بهت میگم اگر حذف شد بیا این ویدیو رو مجدد نگاه بکن. بچه ها عمده سوالات چی خواهند شد؟ عمده سوالات خواهند شد تستی یا مثل تستی تک کلمه ای، یا باز مثل تستی صحیح غلط،
یا مثل این جای خالی. عزیز دل من، خودتو گول نزنی یه دفعه بگی که هیچ خبری نیست و فلان. نه عزیزم، الان شما در کنکور تستی رو که معمول داری، تک کلمه ای نداری، جای خالی تو سوال نداری، کدومی که از این موارد این پر میکنه، صحیح غلط نداری، تو کنکور چند گزینه نداری، چند تا از گزینه های زیر صحیحه، چند تا از گزینه های زیر غلطه، جای خالی. ببین عزیزم، خودتو گول نزنی یه دفعه. یه مدل سوال دیگه ای هم که ممکنه باشه وصل کردنیه، باز با تستی هیچ فرقی نمیکنه. شما یه دونه بیت مثلا این ورداری، یه داستانی این ورداری، این ور 6 تا چیز جلوشه، میگه بیا به اینا وصل بکن، چه فرقی با تستی داره؟ من دقیقاً دارم میبینم دانش آموزی که دانش آموز ضعیفیه داره هی میگه من منتظرم ببینم 1402 چی میشه، من شروع کنم چی میشه، کجا چی میشه. کنکور 1402 تکلیفش رو هنوز خودشونم نمیدونن، 15 هم شد یک خبر قطعی ندادن، منتظر کی میخوای باشی؟ من به نظرم میان تهشم میگن که آقا این اتفاق میفته، گرچه من قبل از برگزاری کنکور 1401 من فکر کردم واقعا حذف میشه، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی نهاد بالاییه، اما وقتی توان برگزاریش وجود نداشت من حس میکنم حذف نیست. حالا که حذف نیست یا حذف هست جفتش یه مفهومه، تو چرا این کارو درست انجام نمیدی؟ تکلیف خودتو بدون. و با توجه به اینکه 15 تیر ماه هم اصلا مشخص نکردن، احتمالاً به سبک قبل و کنکور 1401 بررسی میشه. عمومی چیز رو من دادین؟ کجا شد؟ عمومی 1400 دادینش به من؟ آره دیگه، عمومی 1400 رو بذارین که من میخوام برم مبحث بعدیم رو انجام بدم. ببخشید چون من نمیدونم کدومه. الان اینه. خب مرسی. خب بچه ها، من گفتم از اوایل کنکورهای سال 90 اومدن چیکار کردن؟ کولرم اگر لطف کنین که آره، از اوایل کنکورهای اواسط کنکورهای سال 90 اومدن از متن کتاب سوال پرسیدن. سوال هفتو ببین. هر یک از عبارات زیر به ترتیب از چه کتابی نقل شده؟ میتونی این کتابا رو متنشون رو ندیده باشی و بزنی؟ دو تا دونه عبارت ها ورده گفته به ترتیب از کدوم کتاب هست. بریم سوال بعدیش. خوب بیا پیش من، بریم سوال بعدی که از متن کتاب بود. حالا تغییرات رو میخوام دونه دونه بهتون بگم که چقدر تغییر کرده ها، میخوام بگم چقدر تغییر کرده. سوال رو ببین، میگه مفهوم کدام بید با مفهوم کلی داستان سیاوش تناسب دارد؟ میتونی بدون دونستن کتاب اینو بزنی؟ نمیتونی. اما ممکنه سری بگن آقا در کنکور 1401 این اتفاق نیفتاده. درستم میگن، در کنکور 1401 این اتفاق به این شکل نیفتاده، اما تغییرات خیلی مهمی داخلش داشتیم. این تغییرات از یه ور مهمه، از یه ور مهمتره. چیه؟ بچه ها ما در کنکور 1401 تقریبا تاریخ ادبیات میشه گفت نداشتیم. سهمش رفته بود چی؟ رو قرابت. یه ذره خوب فکر کنی بچه ها، قرابت مفهومیه، تاریخ چیه؟ حفظیه. از اینجا میتونی بفهمی وقتی میگن روی کرد اینه که سوالات مفهومی بشه، از حالت کلیشه ای در بیاد یعنی چی؟ از اینجا میتونی روی کردش رو بفهمی. پس این سوال کنکور 1401 که دیدین اون تغییر توش نبود، اما متن کتاب رو باید بلد باشی، چون 1400 از متن کتاب داده. اما برید تو برنامه 14 روزه، برنامه 28 روزه و 40 روزه داخل پیج من سیوه، ببینید رو چه مطالبی تاکید شده. اکیدن گفتم آرایه و قرابتتون رو تو 40 روز آخر تقویت بکنید. بیاید اینجا ببینید چه اتفاقی افتاده. فقط میخوام براتون بشمارم بچه ها، هر موقعی از سال خواص خاص خودشو داره. اینا چیزایی که سیوه و بدون اینکه برید ببینید اصلا قبول نکنید از کسی. کسی گفت برید ببینید، ببینیم چند تا بوده.
فقط آرایه و قرائت. من گفتم املا و تاریخ رو نخونید، حجمش زیاده. حذف برای 14 28 روز و 40 روز آخر میگم، اما برای ما حذف علتش اینه که آرایه و قرائتتون رو میتونید کامل بکنید. و جالبه بچه‌های خیلی متوسط و خیلی ضعیف اومدن توی اینا خیلی نتایج فوق‌العاده‌ای رو کسب کردن. بشماریم دونه دونه فقط سوالایی که من گفتم میاد. یکی، دو تا، سه تا، چهار تا. این که اصلا هیچی، زبان فارسیه. چهار 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 چهار، نه اینم نیست. چهار 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 چهار، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا، نه تا، ده تا، یازده، دوازده، سیزده، چهارده. چهارده تا سوال. دقیقاً برید ببینید گفتم چند درصد براتون میاد. دو تا سوالش هم نسبتاً سخت بود، 12 تا سوالش مثل قند میتونستیم بزنید. یعنی حدود 50 درصد و بچه معمولی ما در ادبیات میتونست بزنه. چند درصد از بچه ها تو کنکور میتونستن 50 رو بزنن؟ برید آماره سازمان سنجش رو چک کنید. فقط با یه برنامه 28 روزه آخر سال. پس این نکات مهمه. وقتی ما میایم تحلیل میکنیم، تک به تک میگیم، بسیار برامون اهمیت داره و مهمه. میریم قسمت بعدی. در مورد آرایه ما میگیم که آقا حتما باید شما کتابی داشته باشین که از روش بخونین، یا جزوه معلمتون. اگر جزوه معلم یا درسنامه درست حسابی دارین که بخونین. بچه‌ها حواستون باشه، تستای نظام قدیم خیلی فرقی نمیکنه که تو آرایه بزنید یا نزنید. بعضیا میگن فقط نظام جدید بزنید، خیلی اصلا فرقی نداره، اگر دارید میتونید بزنید. بچه‌ها تألیفیای معتبر و آزمون‌ها هم اوکی ان برای زدن، چون گاهن تو آرایه بعضی از تألیفی ها آرایه های غلطی دارن. بچه ها چه کتابایی خوبه؟ الگو خوبه، خیلی سبز خوبه، و از همه مهمتر جزوه دبیرتون. اگر دبیری دارید که دارید با اون پیش میدین، اما حتما تست بزنید. حالا من روتین رو بهتون خواهم گفت چی جوری تست بزنید که همه این موارد آخر سال براتون حلو باشه. بریم سراغ قرابت. بریم سراغ قرابت که خیلی مهمه. بله، بریم سراغ قرابت. حتما باید شعر زیاد بخونید. بچه ها طی سال رو برای قرابت جدی بگیرید. همه موارد دیگه، از متن گرفته، تاریخ گرفته، دستور زبان گرفته، املا گرفته، آرایه گرفته، همه رو میتونید بخونید، اما طی سال رو برای قرابت جدی بگیرید. چند سوالتون بود؟ بچه‌ها 10 سوال کنکورتون بود. چرا آقا؟ مگه باید حتما متن کتابو بخونیم؟ نه، حتما باید شعر زیاد خونده و فهمیده باشین. یه بخش مهم میشه شعر نظام قدیم و جدید، و تألیفی هم زیاد بزنین حتما و زیاد بخونید. حالا کدوما رو انجام بدیم؟ خوب گوش کن. توی مثلا درسنامه الگو یه بخشی داره، بخش دهم، بخش یازدهم، بخش دوازدهم، اومده قسمت هایی که نسبت به هم شبیهن رو، قسمت هایی که نسبت به هم شبیهن رو آورده کنار هم. و یه بخشی هم داره مثلا مفاهیم پرتکرار. همین اتفاق تو خیلی سبز و از همه مهمتر تو درسنامه و جزوه‌های خود معلماتون افتاده. پس حتما یادتون باشه باید زیاد قرابت کار بکنی. یه نکته خیلی مهم در قرابت رو بهتون بگم، یه نکته خیلی مهم. دوباره عمومی 1401 رو باز بکنم یه لحظه. یه نکته خیلی 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 مهم. خب بچه اینجا رو نگاه کنید. یعنی واقعا من خیلی از تحلیلای خود کنکورم دیدم که اینا رو نگفتن. مفهوم آیه شریفه فلان، بچه‌ها برید ببینید تو تحلیل شب کنکورم گفتم کلن 10-15 دقیقه طول میکشه. کل عربی های کتاب فارسی رو بخونیم و قرابتشون رو بفهمیم. یه سوال کنکورتون اگه فقط همون لایو رو میدیدید، تک تک جلسات ما تا آخر کلاس، اینو حتی اگر مشاور داشتید شرکت بکنید، من خودم فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه شهید بهشتی هم خودم این مسیر رفتم، از هر مدل دانش آموزی هم بگیر رسوندم.
از هر مدل دانش آموزی هم که بگی رسوندم. پس آیات و جمله های عربی هم برای ما خیلی مهمن. بریم سراغ ادامه. خب ادامه ادبیات. بچه ها تاریخ ادبیات قبلا اهمیتش زیاد بود، امسال کنکور تقریبا سوالی ازش نداد. وقتی سوالی ازش نداد اضافه کرد به قرابت، یعنی چی؟ یعنی اینکه اولویت آخر شماست که کار بکنیم. آقا ما از الان تاریخ کار بکنیم. چرا اگر واقعا انقدی بقیه مباحثتون عالی بود که تاریخ اوکی بود کنارش کار بکنین، آره زمانتون خالی نمونه. اما در غیر این صورت اصلا اولویتتون جز اولویت اصلیتون نباشه. میخوایم بریم قسمت بعدی، انشالله قسمت بعدی رو ببینیم. آقا لغت و املا، چیزی که خیلی از بچه ها اشتباه میکنن، میگن ما لغت خوندیم. چه منظورمون از لغت معنی باشه، چه منظورمون از لغت املا باشه؟ بچه ها 30% لغت خوندنه، 70% اینه که بزنی غلط بزنی از توش یاد بگیری. همین الان کنکور هنر و ریاضی رو نگاه کن، چقدر لغات مشترک با کنکور تجربی همین امسال داشت. یعنی شما اگر تعداد زیادی تست لغت و املا بزنین و ببینید که لغت و املا چقدر اوکیه، راحت میتونید اون نتیجه که میخواین رو بگیرین. بچه ها لغت و املا برای دانش آموزی که حداقل از 4 ماه آخر سال دیگه شروع بکنه، یعنی دانش آموزی اگر نمیخواهد لغت و املا بزنه یا میخواد بزنه 4 ماه آخر شروع میشه، 1 ماه آخر وقتش نیست. البته از اول سالم که با روتین با معلمتون پیش میرین جزوه لغت رو داشته باشین. بچه‌ای که میخوان لغت رو واقعا سوپر باشن و زمان کمی هم بذارن، هر هفته 1 کتاب رو لغت انتهاشو دوره بکنی. هر هفته 1 کتاب. بچه‌ها هر کتاب آخرش بین 10 تا 15 صفحه لغت داره. شبی 2 صفحه. یا یه روز وقت بذار نیم ساعت کلشو بخون. هفته 1 بار، یعنی هر 3 هفته 1 بار یه بار اینا دوره میشه. قوقا میکنین تو کنکور. قوقا میکنین تو کنکور. بریم بعدی. به 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 به، دو تا قبولی نایس ببینیم. نایس. من یه لایوی از آقای حیدری گذاشتم، با آقای حیدری یه لایوی داشتیم، بعدش اینه که دو تا از فامیلاشون رو به من معرفی کرده بودم. من تو لایو گفتم تو این لایو عکسشون رو حتما بذارم ببینید، جالبه واقعا. این خانم نیکی هست، این خانم آیدا هست، این آقای آراد هست. بعدش اینه که نیکی عبدالحسینی قبولی دندانپزشکی دانشگاه تهران، تقریبا 6 ماه با ما کار کرد و نتیجهش رسید. آیدا عبدالحسینی قبولی عمران دانشگاه امیرکبیر، ایشون هم تقریبا از شب یلدا از اوایل دی ماه فکر میکنم اومد پیش ما، ایشون هم قبولی عمران دانشگاه امیرکبیر شدن. بچه ها چه اتفاق میفته که امسال این میاد سال بعد این میاد و جفتشون نتیجه میگیرن؟ وقتی شما اعتماد و اعتقاد کامل به یک نفر داشته باشی و واقعا 100% کارش رو انجام بدی، اصلا شرایطت مهم نیست. دانش آموز مدرسه دولتی کجا دیدین 5-6 ماه بیاد عمران دانشگاه امیرکبیر قبول بشه؟ واقعا تو دور و برتون، تو شهرتون، تو روستاتون، تو استانتون چند نفر دیدین این اتفاق براش بیفته؟ ببینید واقعا. دندون دانشگاه تهران، عمران دانشگاه امیرکبیر. بریم نفر بعدی، نحوه خوندن عربی. خب بریم سراغ نحوه خوندن عربیمون باشیم. بچه ها تکنیک خیلی جواب میده، اما ترجمه نیاز به سواد دو تا چیز داره. 90% قواعد بدونید، 10% لغت بدونید. آقا یعنی چی؟ دارم چی میگم؟ که بعضیا فقط فکر میکنن که قواعد، نه فقط فکر میکنن تکنیکه، نه اینطور نیست. بیاین داخل اینجا با من باشین. عمومی 1400 ببخشید. عمومی 1401 رو باز بکنیم. بیاین با من. خب بچه ها خوب نگاه کنید. فرض کنید که شما دارید این چیز رو میخونید، این متن رو دارید میخونید و میخواید که ترجمهش بکنید. خب بچه ها اگر ندونین امتن واحدتن
چه ترکیبیه و چه جوری باید معنی بشه، چطور قراره بیاید اینجا معنی بکنید. ترکیبش رو باید بتونید معنی بکنید. وقتی که ندونید صفت و موصوف مضاف مضاف الیه خبر مبتدا خبر چی جوری باید معنی بشه، ترکیب وصفی، ترکیب اضافی، صفت، تک تک اینها رو بچه‌ها باید قواعدشون رو بدونید. گاهن کسی که این قواعد رو میدونه وقتی برای شما حل میکنه میگه اینو میبینی اینو بزن. آره، ولی باید بدونی چرا اینو میبینی اینو بزن. که من اون چیزی که تو معلمای خودمون دیدم هم تکنیکو میگه هم قواعدو میگه، اتفاقی که میفته این وسط جفت اینا رو تو با هم داری. با تکنیک سرعت زدن قواعدت 1000 برابر میشه. وقتی شما ندونی کم چیه، امت کم رو چجوری معنی میکنی؟ اوکی، پس یادتون باشه این رو باید بدونید، کدوم فعل، کدوم جمله مجهوله، کدوم جمله مفعول داره، کدوم صفت تفضیلیه. معنی کردن در اینجا خیلی مهمه، معنی کردن. پس قواعد براش خیلی مهمه. صرفا نرید، چون اول کتاب یه سری تکنیک های ترجمه داره میخونن، دائما هم غلط میزنن. حتما با استادتون در بخش قواعد هم همراه باشید. عجله هم نکنید، اگر اولش استادی از ترجمه شروع میکنه به شما میگه، میخواد ببینه چقدر ساده است، میخواد شما بدونید چقدر ساده است، بعد شروع میکنه قواعد هم میگه، آروم آروم تکمیل میشه، کل اونم به صورت کامل خواهید زد. میریم سراغ ترجمه. پس تکنیک خیلی جواب میده، اما از اول سال فقط تکنیک یاد نگیرید، کنارش قواعد رو حتما داشته باشید. بچه ها متن کتاب رو من ازتون خواهش میکنم، متن کتاب رو یک دور با دبیرتون یا بدون دبیرتون از جاهایی که داخلشون متن کتاب توضیح داده شده بخونید در طی سال. نخوندن متن کتاب باعث دو تا چیز خیلی بد میشه: یک، شما درک کلمه رو در جمله پیدا نمیکنید. دو، معنی جملات بزرگ رو خیلی نمیتونید بفهمید و معنی دیگه داستان کلی رو نمیتونید بگیرید. یه چیزی هم اضافه تر بهتون میگم، تو این دو مورد نیست. بچه‌ها وقتی شما جمله عربی زیاد خونده باشین، توی ضبط حرکات ها، اونجایی که ا ا او ساکن تنوین دارین میذارین، اینتون دیگه خیلی نیازی به قواعد زیاد پیدا نمیکنه. اشتباه نکنید، نگفتم پیدا نمیکنه، نیاز به قواعد خیلی زیاد پیدا نمیکنه. مثلا چی؟ من خب خودم خیلی قرآن حفظم در طی سال، حالا احتمالا زیاد خواهید دید و توی بچه‌ای که فالوور منن زیاد میدونن من قرآن زیاد حفظم. چون متن قرآن زیاد خونده بودم و میخونم، داستانی که وجود داره وقتی یه دونه متن عربی دارم میبینم ا ا او ایناشو با خوندن میذارم. آقا این که نمیشه. چرا میشه؟ شما یک جمله فارسی میخونید، آیا ا ا اوشو نمیذارن اشتباه میخونید؟ آیا ا ا او رو نمیذارن اشتباه؟ وقتی شما متن زیاد خونده باشید این اتفاق میخونه. پس 3 دونه فایده گفتم در کتاب درسی، حواستون باشه. اگر این کار رو انجام ندین دوچار مشکل میشین. بچه ها ترجمه تعداد سوالاتش در کنکور بسیار غالبه در عربی. پس اگر میخواید روتینی داشته باشید، روتین ترجمه حتما باید داخلش باشه. بریم سراغ قواعد. بچه ها کتاب درسی خیلی تو این بخش به کمکتون نمیاد. کتابایی که درسنامه خوبی دارن، عربی جامعه عمار فوق‌العاده است، مهر و ماه خوبه، کتاب دور دنیای آقای وایزی خوبه، از همه مهمتر جزوه معلماتونه، درسنامه خیلی سبز نسبتاً خوبه، میکرو نسبتاً خوبه، تفاوت زیادی نمیکنه. ولی اگر معلم دارید حتما با درسنامه معلم بخونید، چون تکنیک های آموزش توی عربی بسیار متفاوته و ممکنه که قاطی بکنید. بریم سراغ نحوه خوندن عربی ادامش. بچه ها درک متن به چی نیاز داره؟ میشه تو کامنت من بگین؟ تو کامنت درک متن نیاز داره چی رو خونده باشی؟ من تو خوندن متن کتاب چیا رو گفتم بچه ها؟ تو خوندن متن کتاب چیا رو گفتم بهتون؟ خوب بگین، خوب بگین. ماشاءالله ماشاءالله. بگم بگم. بگو بگو بگو. بزن 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 بزن. ماشاءالله. تو خوندن متن کتاب، بچه‌ها متن کتاب رو بخونید که درک متن رو بتونید بفهمید، یاد بگیرید. اگر متن کتاب رو نبینین زیاد، مشکل جدی که برای شما پیش میاد چیه؟
درک متنه نمیتونید باهاش جوین بشید. بچه ها نکته مهم در درک متن این هستش که شما باید بتونید اول به متن حمله کنید. کسایی که متن کتاب رو نخوندن، زیاد با متن کتاب میونه این ندارن، تو این بخش دچار مشکل بسیار بسیار جدی میشن. پس سعی کنید کتاب رو درست بخونید، بدون غلط، حتی در ا او بخونید، بتونید که هفتگی دو تا متن از کتاب رو کامل بخونین. فوق العاده است. سه شنبه و جمعه یه متن، هر کدوم 5 دقیقه بیشتر زمان نمیبره. اگر کسی خیلی در عربی خفن شد یه روزی و واقعا خواستش دیگه بتره کنه، منفجر بکنه، میتونه کتاب دور دنیا در نیم ساعت آقای وایزی رو در زمان کوتاهی باش یک دور کتاب رو جمع‌بندی کامل بکنه. یه قبولی ببینیم. خانم پریمهر مرادسفر، قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف، توی پیجم حتما برین توضیحات کاملشون رو ببینین، بسیار بسیار جالبه دیگه. انقدر قبولی داریم، قبولی شریف و همینطوری. بله، خب بریم سراغ برنامه‌مون. نحوه خوندن کتاب دیدی. دینی بچه ها فوق العاده درس حساسیه. کی میگه دینی معلم نمیخواد؟ یک بار دیگه بچه ها برمیگردم، یه سری بچه ها ممکنه اون موقع کنار ما نبودن، الان اومدن، خوب به من نگاه کنید. بچه ها من میرم کنار که خوب ببینید. کنکور 1402 یا حذف هست عمومی یا حذف نیست عمومی. یه بار دیگه، کنکور 1402 یا حذف هست عمومی یا حذف نیست عمومی. خوب به من توجه کنین. اگر حذف نباشه که مثل قبل باید بخونید. اگر حذف باشه از 20 نمره، طبق گفته رئیس سازمان سنجش، من نگفتم، پیش بینی هم نیست، همه تو خبر دیدن، گفته از 20 نمره قراره بشه چی؟ قراره بشه 100 نمره. آزمون میشه تستی، تک کلمه ای، صحیح غلط، جای خالی و وصل کردنی عمدش که قابل تصحیح کردن باشه. سوالی که توضیح و تشریح زیاد داره، قابلیت تصحیح کردن یکسان همه وجود نداره. برو بریم سراغ قسمت بعدی، ادامه نحوه خوندن. کلی امروز حرف دارم که میخوام بتره کنیم. بچه ها متن و آیه، متن و آیه، احادیث، اشعار، اشعار، همشون مهم، همشون، متن، آیه، احادیث، اشعار. خیلی از بچه اون قسمت اول درس هست که نمیشه مثلا درس سه، زیرش یه انقدی نوشته داره، اصلا اونو نمیخونن، از همونو مستقیمن تو کنکور سوال میاد و اومده، مستقیمن سوال اومده. بچه ها ارزش آیه هی روز به روز بیشتر شد. ارزش آیه هی روز به روز بیشتر شد. میخوام بهتون کنکور 1401 رو نشون بدم. خیلی مهمه که این رو بچه ها کامل بدونید. خیلی مهمه. برم من صفحه بعدی، بذار ببینم که اینطوری برم فکر کنم بهتره. خب بچه ها خوب نگاه کنید به من. با منی، با منی، یه هستم بزن. خسته که نشدی، خسته که نشدی، بزن بزن بزن، خسته که نشدی، خسته که نشدی. ماشاءالله ماشاءالله ماش، اوه اوه اوه، چه خبره؟ ای والله کلی قبولی برات دارم، تشریح متن دارم، میخوام منفجرت کنم. حالا وایسا وایسا اینجا، میخوام چیکار بکنم باهات؟ بچه‌ها دینی رو خوب نگاه کنید، خوب نگاه کن، ببین چقدر سواله. بچه‌ها توی این سوال 51 یک کلمه عربی آیا میبینید؟ عربی که توی جمله عربی نوشته شده باشه میبینید؟ خوب نگاه کنید بچه ها، سوال 51 رو نگاه بکنید. سوال 51 یه دونه آیه اینجا میبینی به صورت کامل باشه، اما نه، گفته مطابق آیات قرآن. کدوم آیه؟ برخورد انسان جاهل با افرادی که برای امر معروف مردم به نماز خواندن دعوت میکنن. آیت داد، یک جمله آیه توش نیست، چهار تا گزینه داره و سوال آیه است و توش نیست. بریم پایین، بریم پایین، بریم پایین. اشکال گفتار منکران معاد که زندگی را صرفا در همین دنیا میدارن چی؟ بچه ها چهار تا گزینه، چهار تاش. بچه ها ارزش آیه رو ببینید. آیه چقدر کتابتونه؟ کمتر از یک پنجم کتابتونه، اما ارزش آیه رو ببینید. درخواست بازگشت بدکاران از خداوند، دوباره آیه،
واقعی که در آن به توصیف قرآن کریم، به توصیف قرآن کریم چیه پس؟ توصیف قرآن کریم چه زمانی رخ میدهد؟ این کدام مورد وصف متقین در آیات سوره مبارکه آل عمران رو نشون داده؟ بچه خوب نگاه کنید، ما الان اومدیم 6 تا سوال گذروندیم، مثلا آیه تو بعضیاشون هم، تو اکثرشون آیه نیست ولی سوال از آیه است. بیت زیر بیانگر کدام مسئله مهم و مفهومی در کدام روایت را تاکید می‌کنم؟ آقا این خیلی مهمه. بیت‌ها هر چقدر بگم ارزشمنده نمیدونید. بچه‌ها میگن آقا اینقدر همه مشاورا دارن میگن عمومی حذف، عمومی حذف، فلان 20 سال، شما داری اینقدر در مورد عمومی توضیح میدی؟ میدونی چرا توضیح میدم؟ چه عمومی حذف باشه چه نباشه، من میدونم، من به عنوان کسی که مخاطب عام جامعه رو و مخاطب خاص رو کامل میشناسم، 99% شمایی که تو این لایوین، مسیر رشدتون از عمومی میگذره، مسیر قبول شدنتون از عمومی میگذره، چه تو نهایی باشه چه تو کنکور باشه. دورت بگردم چند نفرتون ریاضی رو میتونین 30 بزنین؟ ولی عمدتون میتونین دینی رو 85-80 بزنین، میتونین عربی رو 60 به بالا بزنین، میتونین زبان و ادبیات رو 50-40 به بالا بزنین. خوب نگاه کنید بچه ها، گم نکنید. یه سری ها خوشحالن که عمومی حذف شده، طرف نمیره کلاس عمومی، مثلا میاد مشاوره، این خریته. من میگم اول از همه شما برو جایی که عمومی تو یاد بگیری، ادبیات تو یاد بگیری، عربی تو یاد بگیری، که من مشاور بتونم به تو برنامه بدم. صرف این که شما بخوای بگی که آقا آره من اومدم این مشاور گرفتم هیچی بلد نیستم، فایده نداره. یا منبع عمومی داشته باش، یا جزوه، یا درسنامه، یا یک کتاب مناسب که معرفی هم میکنم تک درس کتابا رو، در کنارش بیا مشاورتم، برنامه‌ای که بهت میدیم بتونی استفاده بکنی. و یادتون باشه مسیر خیلی از قبولی خیلی از شما از عمومی میگذره، والله اینو امروز دارم بهتون میگم. بعد از کنکور بیایید شهادت بدین که چند نفرتون واقعا اینطوری بود، چند نفرتون واقعا اینطوری نبود. میخوام برم سراغ ادامش. پس متن آیه وحشتناک مهمه، دیدین دیگه، سوالاتو دیدین، توش آیه نداره در مورد آیه است، توش آیه داره در مورد آیه است، و قرابت متن آیه احادیث اشعار، بچه ها کمتر از 1/5 کتابتون اینه، ولی تأثیرش تقریبا بهتون بگم 80%. آقا شما کلن گفتی مثلا بین 15 تا 19 تا 15 تا میشه 60%، گفتم تأثیرش 80%. میرید در طی سال آزمون میزنید این رو، متوجه میشید. بچه ها اعداد تو کتاب خیلی مهمه، اعدادی که اومده، عدد یاران امام زمان، مثال ها خیلی مهمه، توش نوشته مثلا به طور مثال ماننده، شعر و حدیث خیلی مهمه، قرابتشون با چی؟ این ادبیات با شعر و آیه و متن بهتون قرابت میدن. خطاب ها خیلی مهمه بچه ها، این رو من پارسال گفتم، خطاب چند تا از اون 6 تا سوال اولی که دیدی خطاب بود، خطاب این به اون، خطاب اون به این، خطاب ها خیلی مهمه، کی خیلی مهمه، تو برزخ، تو بهشت، هنگام مرگ، چه زمانی خیلی مهمه، کجا هم خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. پس کی گفته، چه زمانی گفته و کجا گفته؟ دهم، یازدهم، دوازدهم، تقریبا هر ستاشون 9 تا سوال دارن. امسال بچه آیات سال یازدهم خیلی مورد توجه بود، و به نظر من احادیث و اشعار دهم دوازدهم هم اهمیت فوق‌العاده ویژه‌ای داشتن که ما اینا رو بهش رسیدگی میکنیم. بریم سراغ نحوه خوندن زبان. این کولره خنک نمیکنه؟ گرمه، خیلی گرمه واقعا. گرامر، بچه اینجا استودیو نمیدونین که این گرما، اینجا این نورا هم داد هست، فاجعه است. گرامر کتاب درسی به درد نمیخوره از نظر من، باید جزوه داشته باشی اگه معلم داری، یا درسنامه بخونی. حالا مثلا کدوم کتاب خیلی سبز دکتر کیاسالار فوق‌العاده است، جزوه آقای دکتر قریشی فوق‌العاده است، جزوه آقای دکتر جابری فوق‌العاده است. مبتکران فقط برای خواندن قواعد عالیه، خواندن قواعد عالیه. یه مقداری در لغات و وکب اینا حس میکنم که اون چیزی که باید باشه شاید نیست، حجمش حجمیه که بچه ها نمیخونن، ناقص میذارن و به درد نمیخوره. بچه ها کلوز و ریدینگ این همون درک متن عربی،
متن کم خونده باشی هیچ فایده نداره. پس توصیه میکنم متن کتاب رو تو رو خدا بخونید، حتما متن کتاب رو بخونید، نقطه به نقطه کتاب رو مسلط بشید. تکنیک های خوندن سریع متن برای کسی که اصلا متن نخونده به درد نمیخوره. بابا تو متن بلد نیستی؟ متن میگی من با تکنیک دارم کار میکنم. عزیزم با تکنیک نمیشه، با تکنیک نمیشه. یا دانش آموز میاد میگه آقا من سوال گرامر دارم میرم، فقط گرامر میخونم. عزیزم از چلوش 4 تا سوال 2 تاشو 3 تاشو اگر لغت بلد نباشی نمیتونی بزنی تو کنکور. پس حواستون باشه، متن کتاب کمک میکنه لغات رو تو متن یاد بگیرین. و کنکور امسال چقدر زیبا لغت خارج متن در ریدینگ نداشت، لغت خارج کتاب در ریدینگ نداشتی. فوق العاده است. یعنی دانش آموزی که متن کتابو طبق گفته پارسال خونده بود واقعا ترکونده بود تو کنکور امسال. یه قبولی دیگه ببینیم. آقای فریور سورکی، نگاه استیل گنگو، واقعا قبولی پزشکی سراسری تو 6 ماه، پزشکی سراسری مشهد، دانش آموز واقعا متوسط رو به پایین. من یه بار کارنامه‌اشو آوردم، مجددم سعی میکنم یک بار دیگه بیارمش، حتما تو کلاس اینو بچه‌ها ببیننش. بچه ها هر جایی که هستین خواهش میکنم بدونید آیندهتون رو تصور بکنید. بچه ها آینده خیلی مهمه. بچه ها همه ما یه ماشینیم. خوب اینجا رو نگاه کن، یه وقتایی فکر کنم اینا اصلا مهمتر از این باشه. چقدر وقت دارم؟ خب بچه ها همه ما یه ماشینیم. دو تا چرخ عقبمون فیزیولوژی و احساساتمونه، دو تا چرخ جلومون افکار و اعمالمونه، یه دونه هم فرمون داره دیگه. فرمونه چیه؟ خواسته هامونه. بچه ها یه چیزی بهتون بگم، یه سریاب میان جو میدن این موفقیتی و اینا، آقا تو بخوا تا بشود. من میخوام قدم بشه 2 متر و 10. میخوام، واقعا میخوام. میشه؟ شما یک دایره نفوذی دارید، شما در یک دایره نفوذی میتونید خواسته هاتون رو وارد بکنید. عزیز دلم یک دایره نفوذ دارید، خواسته هاتون در یک دایره نفوذ اثر داره. شما باید سعی بکنید دایره نفوذتون رو بزرگ کنید. چجوری بهتون بگم؟ بچه ها یه سوالی دارم، همه جواب بدن، خواهش میکنم. هم تو کامنت ها جواب بدن. خواهش میکنم. هم تو کامنت های لایو جواب بدین، هم توی بچه هایی که داخل کلاسینو هستن. من یه لحظه کامنت ها رو اینجا هم باز بکنم. بچه ها سوالی که از شما دارم چیه؟ یک سری ها میگن آقا فرقی نمی کنه ما کی باشیم، چی باشیم، از کجا اومدیم. بچه ها یه بخشی از شما فیزیولوژی، تئوری انتخاب، فیزیولوژیتونه، ذاتتونه، ژنتونه، پدر و مادرتونه. آیا برای هیچ کدوم از ما فرقی نمی کرد که پدر ما بای دیفالت وزیر باشه یا یه معلم معمولی باشه؟ واقعا فرقی نمی کرد؟ بنویسید برای من. سری. خیلی فرق میکنه. و این چرخ عقب ماشین توه. تو چرخ عقب ماشین تو میتونی بچرخونی؟ نمیتونی بچرخونی. خانواده تو، ژنتیک تو، چرخ عقب خانواده، چرخ عقب ماشینت نمیتونی بچرخونی. نمیتونی تغییرش بدی. احساسات تو چی عزیزم؟ شما احساساتت، غم داری. هیچ خیلی راحت بهتون بگم، شما غم داری. خوشحال بشید. من هم میگم خوشحال بشید، میگم غمگینم، خوشحال نیستم، غمگینم. آیا تو میتونی این غمگین بودن رو تغییر بدی؟ نه. اما بهت میگم در دایره نفوذت این دوتا رو میتونی تغییر بدی. دو تا چیز 100% در اختیار شماست. 1 افکارتون، 2 اعمالتون. فرمون هم دست شماست. افکار و اعمال ما به سمتی میرن که خواسته هامون داره میره. افکار و اعمالمون به سمتی میرن که خواسته هامون میره. تو عشق میکنی برسی به پزشکی سراسری،
عشق میکنی برسی حقوق دانشگاه علامه، حقوق دانشگاه تهران، عشق میکنی برسی به هنر، عشق میکنی به هر رشته‌ای که دوست داری، عشقتونه، خواستت اونه، پزشکی است. پس افکارت و اعمالت میره به اون سمت. حالا یه سوالی، میشه یه ماشینی خودش بره راست چرخ عقبش بره چپ؟ میشه یا نمیشه؟ سریع به من بگین بچه ها، میشه یا نمیشه؟ خواهش میکنم به من توضیح بدین، آیا میشه یه ماشینی خودش بره راست چرخهای جلوش بره راست چرخهای عقبش بره چپ؟ نمیشه، خیلی واضحه که نمیشه. وقتی که این اتفاق نمیفته و اینطور نمیشه، ما باید با افکار و اعمالمون طوری بریم که اثرات فیزیولوژیمون و احساساتمون رو یه کوچولو تغییر بدیم، هیچ، یه مقداری روی احساسات و فیزیولوژیمون هم تأثیر بذاریم. مثلا ما یه مقداری از سلامتیمون دست ژنتیکمونه، یه مقداری از سلامتیمون دست ورزشه، دست غذای سالمه، دست زندگی کردن در محیط سالم و عوامل محیطی. ما اون 20% که علائم غیر اون هست رو تأثیر میذاریم، فیزیولوژیمون رو اندکی اصلاح میکنیم، احساساتمون رو اندکی احساس میکنیم. یه سوالی بچه ها، خواهش میکنم تمرکز کنید روی این چیزی که میگم. من الان به شما میگم 20% ضربان قلبتون رو همین الان زیاد کنید. ثابت بشینید 20% ضربان قلبتون رو زیاد بکنید. میتونید؟ 5% زیاد کنید. میتونید؟ نمیشه، چون عملی انجام ندادید. حالا فرض کن بیای 1 2 3 4 5 6 با سرعت میاد بالا ضربان قلبه، چون عمل انجام دادی، یک چیزی در درون تغییر کرد. یا یه جایی نشستی همینطوری خیلی ریلکس و آروم، یه نفری از جلوت رد میشه که ضربان قلبت میره بالا. چه تغییری کرد؟ یک عملی، یک چیزی، یک چرخ جلوی چرخید که شما چه اتفاقی افتاد؟ ضربان قلب رفت بالا. پس یادمون باشه اگر خواسته ای داریم، وانتی داریم که فرمونمونه، افکار و اعمالمون اون سمتی میره، بعد تاثیر رو احساسات میذاره. حالا بچه ها، احساسات یه بخش عمده ای از انگیزه ما رو تشکیل میده. بچه ها خوب نگاه کنید، خیلی از بچه ها میگن آقا ما انگیزه نداریم، حال نداریم، خسته ایم. چرا حال نداره؟ نمیدونه احساسات چرخ عقبه. از پشت میاد پیش من میگه آی دکتر من انگیزه ندارم. میگی من انگیزه ندارم. میگم تو یه حرکتی بکن، درس بخون، آزمونات بهتر بشه، انگیزه بعدش میاد. بعد بچه یه چیزی بهتون بگم، همه این بچه هایی که داریم میبینین، خدا شاهده، همه این بچه هایی که داریم میبینین اینطور نبوده کل سال با انگیزه باشن. یه تایمای خوب بودن، یه تایمای بد بودن، در همه حال خوب رفتن جلو. یه قانون میخوام بهت بگم، بذار اسلاید بعدی تر و تمیزتره. یه قانون میخوام بهت بگم، بذار برم تو صفحه خام بنویسم، اصلا اینو بدون، برم تو صفحه خام بنویسم اینجا. پس این کنکور 1402 رو حذف و غیر حذفش رو گفتیم. یه قانون میخوام بهت بگم، قانون 21-90. بچه ها شما 21 روز طول میکشه عادت کنید، 90 روز طول میکشه جزء سبک زندگیتون بشه. شما باید 21 روز نان استاپ. یعنی چی؟ نان استاپ یعنی چی خوشگل من؟ نان استاپ یعنی بدون توقف برنامه‌تو انجام بدی، سر درست باشی، رشد بکنی، تا آروم آروم درس خوندنه برات عادت بشه. ولی کماکان سبک زندگیت نیست. 3 ماه طلایی تابستان رو، 3 ماه طلایی تابستان رو تو این رو نانستاپ ادامه بده. نه آزمون جدی وجود داره، نه سنجش جدی، نه جایی بهت فشار میارن. بذار درس خوندن بشه لایف استایلت. خیلی از افراد موفق لایف استایلشون درس خوندنه. یه چیزی فراتر از این بگم تا آخر عمرت یادت نره، افراد موفق درس خوندن لایف استایلشون نیست، تلاش لایف استایلشون. امروز تلاشش در زمینه درسه، فردا در زمینه بیزنسه،
پس فردا در زمینه دیگه ایه. آدم موفق سبک زندگیش تلاش است، از تلاشه داره میرسه به اون سبک زندگی. پس یادت نباشه من اینجا قراره سبک زندگی بهت یاد بدم، نه فقط یه کلاسی رو بزنیم و بریم جلو. بچه ها نحوه خوندن حفظیات شیمی و زیست و فیزیک، خب بچه اینا رو باید مفصل من براتون در جلسات وی آی پی باز میکنم دیگه، اونا وی آی پی بچه های خودمونه که سر کلاسامون هستن. بچه فیزیک رو من توی کانال خودم رایگان براتون گذاشتم، پیج من رو داشته باشید، دکتر بشیم داتایار پیج من، تو بیوی پیج یه لینکی هست میزنید روش، جزوه شیمی رایگان، جزوه فیزیک رایگان، جزوه ریاضی رایگان، همه چی داخلش هست. در تیسال چیزای دیگه هم حالا داخلش میذارم که دیگه مخصوص بچه‌هایی که تو کانال هستن و لذتش رو میبرن. بچه‌ها فیزیکو تو کانال خودم من حفظیاتشو رایگان گذاشتم، برید ببینید. 20 صفحه است کلا، خیلی هم چیز خاصی نداره. در تیسال دیگه خوندنش با دبیره، اونم من هر جلسه نسبت به پیشرفت برنامه توضیحاتی که در هر مبحث جداگانه لازم، مثلا این دفعه مثلا مبحث ساکن هستش یا جاری هستش، اونی که نیازه رو بهتون توضیح میدم توی فیزیک. بریم تو زیست و شیمی. تسلط بی‌نهایت روی متن کتاب درسی، بی‌نهایت روی متن کتاب درسی خیلی بچه‌ها مهمه، خیلی بچه ها مهمه. من یه چیزی بهتون بگم، امسال چیزی که اضافه شده بود کنکور تجربی 1401 و اگر بخش اختصاصی شروع من بدین، کنکور تجربی 1401 بخش اختصاصی، من عذرخواهی میکنم اینا رو نمیدونم چرا نفرستادم. بی نهایت روی متن کتاب درسی تسلط داشته باشین. چیا مهمه؟ تصاویر خیلی مهمه بچه ها، تصاویر خیلی مهمه. امسال چقدر زیاد شد بچه ها، من پارسال و امسال با آقای همدانی تحلیل تصاویر کتاب درسی گذاشتم، تصاویر کتاب درسی. برید لایو سیف شدهش رو ببینید، داخل پیج من هست، برید ببینید چند سوال کنکور عیناً اومده. بچه ها من این مسیر رو رفتم، میدونم هر سال چه تغییری باید بکنه. خیلی فرق میکنه. آقا مشاور ما حتما باید رتبه برتر باشه، خیلی نباید باشه، واقعا این نیست. یعنی مشاوره یه وره، من قبلا اعتقاد داشتم باید اینطور باشه، الان واقعا این اعتقاد ندارم، واقعا حتما. اما باید بدونه در مورد مطالب درس ها، خیلی باید بدونه. و خب یه رتبه برتر احتمالاً راحت تر میدونه، مثل منتورای ما منتورایی که داریم، همه بچه های پزشکی و دندون رو داره. حالا توضیحات اونا رو به صورت کامل بهتون خواهم داد. بچه ها پس خواهش میکنم متن کتاب درسی رو بی نهایت تسلط داشته باشید. تصاویر، شکل ها، علامت های داخل شکل ها، زیر شکل ها، کاج ها، بیاموزیم، بیاندیشیم و و و و و و و خود را بیازمایید. همشون، از همشون تک تک سوال میاد، از همشون تک تک سوال میاد. میریم سراغ سوالات حل کردنی، فرقی نمیکنه ریاضی، فیزیک، شیمی. بچه ها محاسباتتون رو قوی کنید، محاسباتتون رو قوی بکنید. محاسبتون قوی نباشه ضربه میخورید. من متاسفانه کماکان آخر سال بچه‌ای به ما اضافه میشدن، میگفتن ما با ماشین حساب محاسبه میکنیم، و والله قسم میخورم شب کنکور خیلی از بچه‌ها تو دایرکت سوال میپرسن آقا ما ماشین حساب میتونیم ببریم سر جلسه؟ باورم نمیشد که یعنی دانش آموزی وجود دارد که فکر میکنه ماشین حساب باید چیز بکنیم. بچه ها خیلی ها کانال تلگرام رو پرسیدن، برین تو پیج من، تو اینستاگرام، توی بیو پیج لینک هست، میتونین اون رو بزنین. حالا وایسین تا آخرش، من توضیحات دیگه هم تو جای دیگه هم مطالبی دارم بهتون میگم، همه رو یک جا بتونید برید استفاده بکنید. بچه ها محاسباتتون رو قوی کنید. ماشین حساب اشتباه ترین کاریه که در عمرتون میتونید انجام بدید. آقا چجوری میتونیم محاسباتمون رو قوی بکنیم؟ یه سری کتاب برای محاسبات هست، محاسبات کنکور، همشون هم اینه، محاسبات کنکور، محاسبات عددی، فلان بیسال اینا. انتشارات مهر و ماه داره، خیلی سبز داره، خیلی انتشارات دارن. بگیرید اگر محاسباتتون ضعیفه، شبیه یه صفحه، دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه. ولی بچه ها اگر روتینی رو انتخاب میکنین، تو رو قرآن روی یه دونه صفحه بزرگ روی در اتاقتون بزنید، روتین، و روتینتون اینجا بنویسین. روتین برای بچه ها دو روز حد اکثر، روز سوم میگن حوصله نداریم، روز چهارم یادشون میره. حتما بنویسید روتین ما اینه. بچه ها اگر قوی نکنین، کم 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 50% سوالاتتون از دست میدین. من میگم خیلی بیشتره توی زیست، توی ریاضی و فیزیک و شیمی 50% سوالاتتون
راحت از دست میدی. کما اینکه الان ما تو کنکور 1400 داریم میبینیم، من این لحظه ببینم چیز 1400 اخ. نه یه لحظه من اینو نشون بدم بعد بریم. بچه ها یه لحظه ببینم اگر اختصاصی ریاضی 1400 رو من بهتون یه چیزی نشون بدم. عجیب غریبه بچه ها. حتما من باز هم میگم تسلط مشاورا روی سوالات خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. بچه ها کنکور 1400 نها کنید. محاسبات ریاضی، محاسبات گنده، شکلا گنده، همه چیز داره بزرگتر از حالت عادی که شما در کتاب ها و اینا قبلا میدیدید هست. همه چیز خیلی عجیب غریب تره، همه چیز خیلی چطور میگن سعی کردن عدد و عددهایی باشه که خیلی عجیب غریب باشه. مثال بهتون بگم، همینو بگم، مثلا میگم محاسبات شاید چیز بچه بر بعضی از بچه ها همین سخته. گفته مشتق تابع اف و جی در ایکس مساوی 3 رادیکال هشتم چند برابر منفی 128 رادیکال 2 است. یعنی شما عدد رو به دست آوردی باید تقسیم بر منفی 128 رادیکال 2 بکنی. حتی در ریاضی که ما محاسبات این شکلی خیلی مرسوم نبوده، محاسبه بوده اینقدر مرسوم نبوده. اعداد رو نگاه کن، اعداد رو نگاه کن، تو از عدد بترسی سراغ این سوال نمیتونی بری. اعداد رو خوب نگاه کن، مسلط اعداد رو نگاه کن. بچه ها از ضرب و تقسیم بترسید نمیتونید سراغ این سوالات برید. نترسید، نه کن 32 پیش از 4 پی 256 پی 15. باید با اعداد کوچیک و بزرگ زیاد کار کرده باشید تا بتونید اون چیزی که در نهایت نیاز هست رو ازش استفاده بکنید. بریم سراغ قسمت بعدی. پس برخلاف حرف همه در محاسبات تکنیک یاد بگیرید. آقا تکنیک محاسبات یعنی چی؟ میگه آقا شما یه عددی رو میخوای مثلا 18 رو خب ضرب در 11 بکنی. تکنیک داره دیگه، چیزی نیست. میگه 18 رو یه صفرین ور یه صفرین ورش بذار با هم جمع کن. 8 و 0 8 1 و 8 9 0 و 1 1 198 ضرب در 11 شد. برخلاف خیلی هایی که میگن تکنیک یاد بگیرید، آقا تکنیک یاد بگیرید. شما میخواید 12 مثلا 124 رو ضرب در 5 بکنید. اول میگن نصفش کن بعد ضرب در 10ش کن. 124 تقسیم بر 2 62 ضرب در 10 620 تموم شد رفت. حتما تکنیک یاد بگیرید، حتما تکنیک یاد بگیرید بچه ها، حتما تکنیک یاد بگیرید. تکنیک قوقا میکنه و خیلی 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 مهمه. یه قبولی دیگه ببینیم. علی چیگل عزیزم از نفرهای آخر کلاس تا پزشکی دانشگاه شیراز. بچه ها لابلای تدریس های مختلف دارم اینا رو میذارم که بدونید. اسما رو بخونم: کریم، ماهان، سارا، یشم، امیر پارسا، رسول، محمد حسین قادری، یکتا، احمد رضا، همه اینا اینطوری هن. چرا اینقدر لابلاش دارم قبولی های مختلف از هر جایی میذارم؟ بابا همه اینجوری. تو اول باید تصور کنی، بعد از اینکه تصور کردی بخوای. بچه ها گفتم خواستن کجای ماشینه؟ گفتم خواستن کجای ماشینه؟ خواستن کجای ماشینه؟ ماشالله ماشالله فرمون ماشینه. تو اول باید فرمون تو بچرخونی، روی افکارت، روی اعمالت تأثیر بذاره، نتیجه بگیری. همه اینا باعث چی بشه؟ انگیزه. یه چیزی بگم، خدا وکیلی چقدر عشق میکردی الان عکس تو اینجا بود. میگفتم مثلا تاها، مثلا تاها، الان میگفتم تاها قبولی پزشکی شاگرد ضعیف کلاس هم بوده، افتخار نمیکردی من نفر آخر کلاس بودم پزشکی شیراز قبول شدم. عشق نمیکردی این اتفاق میفتاد. و این اتفاق اتفاق ساده ای نیست، اتفاقی که نیاز به یک همت و تلاش خاص داره. بریم بعدی. بچه‌ها میخوام یه روتین بهتون بگم دیوونتون کنم. روتینه دیوانواره تضمینی کنکور. البته در تیسالی روتینه هی آپدیت میشه، هی عوض میشه، هی میره جلو. شنبه بچه ها 5 دقیقه، واقعا الا 15 دقیقه طول نمیکشه. این
روتینی که دارم بهت میگم، هر مشاور معلمی هم داری داشته باش، کاری ندارم. شنبه دو تا تست قرائت، دو تا تست لغت، سه تا تست دو تا تست لغت هم، سه تا تست مسئله شیمی. یک شنبه یه دونه ریدینگ، دو تا تست آرایی، دو تا تست زبان فارسی. دو شنبه یه دونه درک متن عربی، سه تا مسئله شیمی. سه شنبه دو تا قرائت، دو تا لغت و املا، سه تا مسئله فیزیک. چهار شنبه یک عدد کلو، سه تا مسئله ریاضی. پنج شنبه دو تا قصه قرائت، چهار تا تست تاریخ ادبیات، سه تا تست مسئله فیزیک. جمعه دو تا تست آرایی، یک عدد ریدینگ، یک عدد کلو، یک عدد درک متن عربی. یه دونه اسکرین شات از روی این بگیر. بدو ببینم. یه اسکرین شات در روی این بگیر، ماشاءالله. یه اسکرین شات بگیر. گرفتی؟ اسکرینتو گرفتی؟ اسکرینتو گرفتی یا نه؟ ماشاءالله. برو بریم، برو بریم. اسکرینتون هم گرفتی. این کارا رو شنبه تا جمعه انجام بده. عشق کن، لذت ببر. تفاوت کسی که خودش این مسیر رو رفته با کسی که صرفاً یک تعدادی آدم رو دیده اینه. یه اتفاقی هم پارسال توی اعلام نتایج افتاد. بچه‌ها فرض کنیم من بهتون بگم تاها ابرقویی مثلا شاگرد من بوده رتبه 189 کنکور، اسم بنویسم تاها 189، و همه خیلی جا اتفاق افتاد دیگه، بعد این فیک بود. خیلی ها اصلا شما نمیتونی یه تاها ابرقویی رو پیدا بکنی. من امسال هم در اعلام نتایجم امروز دارم میگم اصلا در زمان کنکور نخواهد بود. بچه ها بیان، انتخاب رشتهشون انجام میشه، تموم شد، اومدن فیلماشون رو گرفتن، مثل هر سال فیلم میذارم تو گروه. رزومه من هم این همه قبولی، یعنی کل اینستاگرام بچرخیم بعید میدونم پیجی وجود داشته باشه این تعداد قبولی که ما گذاشتیم رو فیلم گذاشته باشه. اسم که کاری نداره، گفتم یکیش تاها ابرقویی. کارنامه کنکورم بچه ها اگر کنار اسم کسی گذاشتن کاری نداره. شما این صفحه سازمان سنجشو میرن فکر میکنم توی HTMLش هر عددی رو که بخوان تغییر میدن، همه عددا رو میشه تغییر داد، همه عددا رو میشه تغییر داد، بعد پرینت میگیرن میگن کارنامه ای طرف. پس حواستون باشه، حتما اگر رزومه میگیرید یک رزومه سالهای گذشته رو به ترتیب بگیرید. دو، بشناسید کار مشاورتون، کار معلمتون رو ببینید برای یک نتیجه بسیار بسیار فوق العاده. خسته که نشدی، یه ایوالا بزن، یه دمت گرم بزن، یه بنازم بزن، ماشاءالله انرژی بالاست. بزن بزن بزن، انرژی رو بده، میخوام بتره کنم. در ادامه خیلی کار داریم، خیلی 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 خیلی. بزن 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 بزن، ماشاءالله. بزن ماشاءالله ماشاءالله. اوه چه خبره، چه خبره، به 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 به. برو بریم، برو بریم بعدی. بچه ها نحوه تست آموزش اینو بچه ها بهتون میگم، خواهش میکنم والله، اینو یه دونه چیز اگه از من یاد میگیری این باشه، یه دونه چیز از من یاد میگیری امروز این باشه. بریم، فرض کنید که این سوال 115 کتاب تستتونه، 1 2 3 4 گزینه. این سوال 116 کتابتونه، 1 2 3 4 گزینه داره. این سوال 117 تونه، 1 2 3 4 گزینه داره. خوب نگاه کن اینا رو، خوب قشنگ اینا رو خوب تصور کن. بریم سراغش. سوال 115 رو اولا تست آموزشی یعنی بلا فاصله پس از ثبت تست باید بری پاسخنامه چک کنی. آقا این معنی سوال آموزشی. تو پاسخنامه باید چیا برات مشخص بشه؟ یک، ابهامی در صورت سوال نداشته باشی. یعنی اگر ابهام داشتی یاد بگیر که این متد صورت سوال این نتیجه رو داره. دو، ابهام در هیچ گزینه ای نداشته باشی. خوب یاد بگیر، ابهام در هیچ گزینه‌ای نداشته باشی. سه، شک بین گزینه‌ها به هیچ وجه نداشته باشی. شک بین گزینه‌ها به هیچ وجه نداشته باشی. و مورد چهارم، حتما در شمارشی‌ها کامل باید چک بکنی درست چه مردی یا نه. آقا این یعنی چی؟ یه سوال،
سوال املا اینجا میاد، چند عدد سوال املا میاد. مثال خیلی سادهش، چند مورد از املای کلمات در متن زیر غلط می باشد. اینو من بگو. میاد گزینه ها اینه، 2 4 5 مثلا 3، این گزینه هاست. مثال من میام میگم خب متن رو نگاه میکنم، این متن این غلطه 1 2 3 ماشاءالله گزینه آخر 4 درسته 3. این تست به درد عمت میخوره. عمه چرا به درد عمت میخوره؟ میای پاسخنامه رو نگاه میکنی میگی تو نه نه، یه بار دیگه تو میگی نه 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 گفته این غلطه، نه 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 گفته این غلطه، نه 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 این گفته این غلطه. تو تست زدی به خیال خودت من چقدر شاخم، چقدر خفنم، تست رو درست زدم، در حالی که این تست به درد کی میخوره؟ همه بگن تو کامنت ها، بگو بهم به درد کی میخوره؟ به درد کی؟ مرسی، به درد عمت میخوره، چون شما 3 تا پیدا کردی، 3 تاشم غلط زدی عزیز دلم. خب این چه تست زدنیه؟ پس حواست باید باشه تو تستای شمارشی. خوشگل من به من میگه تو تستای شمارشی علاوه بر 3 گزینه‌ای که باید چک بکنم کدومش خیلی برام مهمه؟ نه 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 شمارشی. حتما این مورد برامون خیلی مهمه. بریم سراغ ادامه. خب نحوه زدن تست آموزشی می‌خواستیم توضیح بدیم، داریم می‌ریم سراغ تست آموزشی. پس می‌خوایم تکنیک تست آموزشی رو بگیم. حواس خوشگلای من فقط اینجا باشه. ما سوال 115 116 و 117 رو داریم پشت سر هم تست می‌زنیم. میام سر سراغ سوال 115 می‌بینم خب من در پاسخنامه اینجا علامت نمی‌زنی، کنار گزینه‌ها علامت نمی‌زنی، ها پوست تو کندم. بعضیا اینجا علامت میزنن، بعضیا بالای کتاب میان جواب رو میسن، بعضیا اینجا میان گزینه. این نه، داخل یه دونه برگه یا پاسخ برگ یا داخل یه دونه چک نویس. پس اینجا هیچ علامتی نمیزنی، ها میای حل میکنی رو پاسخنامه، توی چک نویس حل کردی، گزینه 3 مد نظرتون هست و این گزینه 3 رو انتخاب میکنی. خب میگی توی پاسخ برگت گزینه 3 رو انتخاب کردی، میری داخل پاسخنامه، اولین چیزی که می‌بینیم این گزینه 3 نیست، گزینه 4ه. یه دونه دایره دوله این می‌کشی. حواست باشه، یه دونه دایره دوره این می‌کشی. بعدش میگی که حالا که این یه دونه دایره رو دوره این من کشیدم، انتخاب من چی بود؟ گزینه 3 بود دیگه. ولی این کلاً گفته گزینه 4 درسته. بدون این که برم پاسخ رو بخونم، تو رو خدا یاد بگیر منم اسیر نکنی، خودت هم اسیر نکنی. بدون این که برم پاسخ رو بخونم، مجدد حل میکنم. میبینم اینجا به جای ضرب جمع کردم، در اومد گزینه 4. پس این گزینه 4 رو درست زدم. اینجا علامت نمیزنی، ها اینجا علامت نمیزنی. کجا علامت میزنه خوشگل من؟ میاد یه دایره زده بودی، یه تیکم روش میزنی. این یعنی این که دفعه اول اشتباه حل کردم، ولی بدون دیدن پاسخنامه درست حل کردم. آقا اینجا کار ما با تست تمام شد. خیر، شما بعدش میری مجدد پاسخنامه، ببینی نکته دیگه ای نداشته باشه. بچه ها بعضی وقتا ما مثلا با رد گزینه این ستا رو رد میکنیم، میزنیم این، ولی واقعا اگر یه گزینه دیگه ای جای این میدادن، انقدر رو اینا مسلط نبودیم که ردشون بکنیم. هر چیزی رو که شک داریم میریم دونه دونه میخونیم. پس اولین علامت دایره تیکه. دیگه این تست به درد عمت؟ بگو این تست به درد عمت؟ آها نمیخوره، مرسی. میریم سراغ تست دوم. تست دوم عزیز دل من میاد خیلی میگه لا 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 لا، میره سراغ تست، سوالو میخونه خیلی شیک مسلط، انتخابش داخل پاسخ برگ. اینجاها بزنی پشت دسته ها، داخل پاسخنامه گزینه 1 رو انتخاب میکنی. اوکی، میری توی پاسخنامه میبینی که گزینه 1 درسته،
بعدش نگاه میکنی میبینی هیچ مشکلی هم نداری، مسیر درست رفتی، سه تا گزینه دیگر هم خوب بلدی، اوکی. روی شماره سوال یه تیک خالی میزنی، روی شماره سوال یه تیک خالی میزنی. بریم مورد سوم که خیلی مهمه. خواهش میکنم، خواهش میکنم سوال 117 رو داشته باش. میای تو سوال میبینی که اصلا علمدار سواله، یعنی اصلا پاشیده. میای تو سوال، سوالو میگیری 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 میگیری، میگی آقا من اصلا چی، اصلا چی بود اصلا؟ میدونی چی میگم؟ یعنی یه سری ها واقعا دیگه خیلی بده دیگه، یعنی میای تو سوال و اینا میبینی هیچی، میری پاسخنامه رو میخونی. دو حالت داره، اول که نفهمیدی اصلا هیچی از سوال، یه دونه علامت سوال میذاری اینجا، بعدش میری پاسخنامه رو میخونی، اگه دیدی منظورش این بود یه تیک کنار علامت سوال میذاری. اما اگر نه، دیدی که پاسخنامه رو خوندی و نفهمیدی، بالای این یه تاریخ میزنی، مثلا امروز چندمه؟ 18/4. یه تاریخ میزنی، من در تاریخ 18/4 این سوال رو نفهمیدم. میری از معلم، پشتیبان معلم های سری ها، پشتیبان کانال رفع اشکال، هر چیزی دارم میپرسی، پرسیدی، اینو میای روش تیک میزنی. فهمیدی یا نه؟ بودو ببینم فهمیدی یا نه؟ بودو فهمیدی یا نه؟ فهمیدی ماشاءالله چه خبره امروز، ماشاءالله. بچه ها تا تش باشین، یه سورپرایز خیلی باحال براتون دارم، یعنی اونایی که اصلا لذتشو خواهند برد، قشنگ خوشگل. پس بچه ها تیک مال چه سوالیه؟ تیک مال سوالیه که مستقیم بلد بودی، هیچ مشکلی نداشتی، گزینه هایی بودن که کاملا شفاف بودن و تو بلد بودی. اوکی؟ میریم سراغ دایره. کدوم سوالا رو ما دایره میزنیم؟ یک، سوالاتی که دفعه اول غلط حل کردیم، گزینه ها رو نفهمیدیم، دفعه اول غلط حل کردیم، گزینه ها رو نفهمیدیم، یا موارد دیگه ای که میدونیم این سوال یک نکته ای داره که حتما فراموش کردیم یا میکنیم، اینو دایره میزنیم. اما سوال اینجا پیش میاد، ما گفتیم که سوال 115 و ما زدیم تیک دایره. اگر سوالی رو دفعه اول غلط حل کردیم، رفتیم دیدیم این گزینه غلطه، بدون خوندن پاسخنامه خودمون دوباره حل کردیم و به جواب درست رسیدیم، روی دایره یه تیک هم میزنیم، میریم سراغ علامت سوال. علامت سوال به من بگه علامت سوال چند مدله؟ بودو علامت سوال چند مدله؟ بودو بگو ببینم. بزن ماشاءالله. علامت سوال دو مدله. مدل اولش چیه؟ مدلی که علامت سوال زدیم، بعد پاسخنامه رو خوندیم، بعد گفتیم آخیش اوکیه، علامت سوال با یه تیک. علامت سوال دومی چه مدلیه؟ سوالیه که پاسخنامه رو خوندیم، دیدیم نه آقا این اصلا علمدار نفهم بودنیه، یعنی اصلا نمیفهمیم ما چی میگه. پاسخنامه رو خوندیم، بازم نفهمیدیم، یه دونه علامت ببخشید سوال میزنیم، کنارش یه تاریخ میزنیم، 18/4، روزی که. اینو چرا تاریخ میزنیم؟ به خاطر اینکه آخر هفته سوالاتی که بلد نیستی بیاید کتاب پیدا بکنی، دونه دونه بپرسی، اونایی که حل شد و روی تاریخش یه دونه تیک بزنی. حله؟ تا اینجا رو حال کردی؟ بریم بعدی، ماشاءالله. بریم یه قبولی ببینیم. ببین اسما رو بزن بیاد، کیا عشق دندون دارن اینجا؟ کیا عشق دندون زدن؟ دوست دارن بزنن دندون رو لذت ببرن. بگو ببینم کیا عشقشو دارن؟ واقعا کیا؟ بزن ماشاءالله. بگو Fake it to make it.
make it یعنی چی؟ یعنی اول تقلبی بسازش، تو ذهنت تصورش بکن، لایف استایلت رو اون شکلی بکن to make it که برسی بهش. تو ذهنت نساخته باشی نمیتونی بزنی، تو ذهنت نساخته باشی نمیتونی بهش برسی. مهسا معافی پشت کنکوری اومد پیش ما برای انتخاب رشته مثل خیلی از بچهای دیگه. آره تو جلسه بعدی هم کلی قبولی هم براتون حضوری میارم، میگم یه سورپرایز عجیبی هم جلسه هفته بعد حتما دارم که خیلی حال میکنی. اومد انتخاب رشته، ما گفتیم نه با این رتبه رو انتخاب رشته نمیکنیم. از مهر و آبان دوباره شروع کرد به درس خوندن، دندونپزشکی سراسری روزانه هم قبول شد و بزن به افتخارش، بزن بزن بزن. آقا من وقت نمیکنم تستا رو بزنم، وقت نمیکنم تست میخوام بزنم ها، یاد میگرفتم ها اما فراموش میکنم. وقت نمیکنم همه تستا رو بزنم. اولا یادت باشه وقت درس خوندن و تست زدن تو زیاد کن. خیلی از بچه‌هایی که میان پیش ما، طرف دو مدل داریم، یا از اول میگه من روزی 5 ساعت میخونم، که 5 ساعت هم به درده، به درده، به درده، بگو 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 بزن بزن. آها به درد همون عمش میخوره. یه سری هم هستن میگن ما 15 ساعت میخونیم، این 15 ساعت هم بگو، اینم به درد همون، بگو 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 مرسی، اینم به درد همون عمت میخوره. تفاوتشون با هم تو چیه؟ این 5 ساعته که میگه میخونم، عمدتا بچه ها ول معطلن، 5 ساعت پای کتاب بودن. 15 ساعتی هم که میگن میخونیم دو سریان، یا ول معطلن یا متوهمن، یا ول معطلن یا متوهمن. اینو بهش میگم کرنومتر بزن. بچه ها به کرات این اتفاق افتاده، برای خودتون هم اتفاق میفته، بزنید با کرنومتر. از توش 5 ساعت مفید، 15 ساعت در نیومده. خودش میگه تعجب کردم. پس حتما وقت درس خوندن و تست زدنتون رو زیاد کنین. اولین چیزی که اگه میگیم وقت نمیکنم، به تست نمیرسم، به جزء خوندن نمیرسم، یعنی تایمی که دارید کار میکنید کمه. تایمتون اول از همه زیاد بزنید، اول از همه تایمتون رو زیاد کنید. بعدش یه سریا میترسن به کتاب حمله بکنن، میگه آقا فصل یک این کتاب 500 تا تست داره، من میترسم بهش حمله بکنم. خب بچه ها ضریب دار بزنید، اول ضریب پنجشو بزن. ضریب پنج یعنی چی؟ یعنی سوالات 5 10 15 20 25 30 بزن برو جلو. یه بار که زدی میگه آخه حس میکنی فصل کمرش شکست، بعدش بیا ضریب 5 به علاوه کو بزن، یعنی 6 11 16 21 بزن برو جلو. بچه ها سعی کنید کمر کارو بشکنید، کمر رو بشکنی کار تمومه، کمر رو بشکنی کار تمومه. تستا رو همش غلط میزنم چی کار کنم؟ یکی از خود بورز آموزشم خوب بوده. آموزشم خوب بوده یعنی چی؟ یعنی اگر بری تو جزوه سوالی که معلم سر کلاس حل کرده رو کامل پاک کنی، مجدد خودت حل بکنی، باید نزدیک به 100 بزنی. چرا باید نزدیک به 100 بزنی؟ چون سر کلاس هم معلم حل کرده، هم خودت حل کردی، هم فاصله زیادی نبوده دیگه. مثلا دو روز پیش درس داده، امروز داری تست میزنی، چک میکنی. جزوه و درسنامه رو خوب دوره کردم. دانش آموز سر کلاس میشینه همانند اونی که به درد عمش میخوره و میاد میگه من تست نمیتونم بزنم. خواست جزوه تو نخوندی سر کلاس هم که کنار دیگه چت باز بوده و داستان رو هوا بوده. بعدش مثال های حین تدریس رو تنهایی میتونین درست حل کنین، مثال هایی که معلم حل کرد. میگه آقا جزوه صفحه فلان نگاه کن میتونی حل بکنی، یعنی تو باقی کلاس بودی یا نه. این کتابی که انتخاب کردم برای سطح من مناسبه. چرا میخوام هفته بعد بهت بگم؟ میخوام هم معلمت، هر مؤسسه‌ای که داری معلم میری مهم نیست، هر معلمی جزوه و کتاب خاص خودش رو اول بگه، بعد کتابایی که من میگم ببینی تلفیق این دوتا کدومش برات مناسبه که تهیه بکنی. آیا کتابی که انتخاب کردم برای سطح من مناسبه؟ دانش آموز هست، فرق مثلا تابع و با دوم مثلا چه میدونم با مجموعه نمیدونه، بعد اومده داره نردبام حل میکنه، داره تستوران حل میکنه. خب این عزیزم خب به دردت نمیخوره. همه دانش آموزان از سطح خودشون شروع بکنن میتونن به منابع بعدی برسن. بچه ها یادتون باشه شروع از منبع سخت، شروع از منبع سخت یعنی مثل آهو توی چیز گیر کنی،
یه جایی گیر کنی. خب شروع از منبع سخت شما رو هیچ وقت به منابع بعدی نمیرسونه، ولی یادتون باشه از ساده ترین منبع شروع بکنی، پله 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 بری بالا به منبعی میرسی که امروز مد نظرته و اون رو خواهی زد. الکی منابع سخت تهیه نکنید. از معلمم بپرسم این درس چه پیش نیازهایی داره. من دفعه بعد پیش نیازهایی که، چون میدونین کلاسای فرست کلاستون که تموم میشه تقریبا یه هفته اینا کلاس ندارید، من پیش نیازهایی که نیاز دارین رو جلسه بعد بهتون تو همه درس‌ها از ادبیات عربی، دینی، زبان، ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست، برای انسانی‌ها پیش نیازهای عمومیشون، برای انسانی‌ها پیش نیازهای اختصاصی، همه رو براتون کامل میگم، همه رو. انسانی‌ها پیش نیاز اختصاصی خیلی ندارن ولی اونا هم بهشون میگم. بعد به اندازه مناسب صبر میکنم. اگر نمیتونی سوالو چقدر چی؟ قد شد؟ خب یه لحظه خراب شد نه؟ بچه ها صدا و تصویر من رو در لایو دارین؟ لایو پیج خودم. صدا و تصویر من رو در لایو پیج خودم دارین؟ یه نگاه بکنین دارن یا نه؟ اگه نداشتن که پیج رو لایو رو ببندیم. بچه ها صدا و تصویر من رو از لایو خودم دارین؟ صدا و تصویر از لایو پیج خودم دارین؟ بچه‌هایی که اینجا هستن، بچه‌ها خوب گوش کنین، توی doktorbeshim.ir پیج منه همه تحلیل ها همه چیزو کامل میذارم براتون، هر آن چیزی که نیازه، همه تحلیل ها 0 تا 100 براتون میذارم. چی شد ندارن؟ اوکیه؟ صدا و تصویر اوکیه تو لایو پیجمون؟ میخواد پیج خودت چک بکنی دکتر بشیم داتا یارو؟ آره مرسی. خب بچه ها پس این پس وایسیم به اندازه مناسب صبر میکنم که همش غلط میزنم، یعنی اگر دارم یه تستی رو غلط میزنم یه دقیقه براش وقت گذاشتم، دو دقیقه وقت گذاشتم یا 15 دقیقه وقت گذاشتم. بچه ها یه جمله بهتون میگم، این میراث من برای تک تک شما، یه جمله بهتون میگم، میراث من برای تک تک شما، تو رو خدا اینو یادتون باشه، فقط تست هایی که خودتون حل میکنین براتون درصد میاره. بچه ها اینو کسی میگه که خودش رشته ریاضی بوده، کنکور تجربی داده و روی همه این موارد مسلطه. تستی که خودت دست به قلم شدی و حل کردی برات درصد میاره، نه تستی که پاسخش رو خوندی، نه تستی که توی جزء معلم حل کرده. به خاطر همینه که میگم جزء و درسنامه‌ات رو خوب بخون، مجدد تنهایی حل کن، مجدد تنهایی حل بکن. و بریم اسلاید بعدی. به به بچه‌ها یکی از شاهکارهای دوران کار من مهدی اشتری ماهینیه. من یه بارم آوردمش تو لایو، حالا بچه‌های قدیمی‌تر همه میشناسنش. یه قوقاس، یعنی کارنامه‌هاشو که من گذاشتم بچه‌ها باورشون نمی‌شد این اتفاق بیفته. یه دانش آموزی در 8 هفته روزانه 18 ساعت 19 ساعت میخوند، میرفت جلو و تو 8 هفته با یه درصد میانگین 15-20 آخر کنکور. و واقعا باورش سخته، اینو میدونم باورش سخته، به خاطر همین میگم من بچه ها رو میارم دونه دونه، بچه ها رو میارم که بچه ها ببینن، هر کنون بچه ها رو که حالا زمان داشته باشن و بتونن. واقعا چیز عجیبیه، واقعا چیز باحالی. کامنتار بستین، مرسی از شما. بچه ها چجوری بفهمیم که یه مبحثی رو خوب یاد گرفتیم؟ اولین چیزش دیگه، اولین پارامترش اینه که آیا من این مبحثی رو که دارم براش وقت میذارم بعد از کلاس برم تست بزنم ببینم که یاد گرفتم یا نگرفتم. خواهش میکنم بچه ها، خواهش میکنم برای انتخاب درست دبیر، اینو تو رو خدا هستین بچه ها با من؟ چند نفرتون دغدغتون اینه که من دبیر درست انتخاب کنم؟ چند نفر دغدغشون ماما اینه؟ بگین به من، بگید چند نفر انتخاب درست دبیر دغدغشونه؟ بچه ها روی تبلیغات دبیر انتخاب نکنید، روی تبلیغات دبیر انتخاب نکنید. بچه ها انتخاب درست دبیر میدونی یعنی چی؟ شما فرست اون دبیر رو ببین، واقعا جزوهش رو بنویس. فرست کلاس که الان رایگانه دیگه، مال همه رو میتونی ببینی. جزوهشو واقعا بنویس، جزوهشو دوره کن، برو همون مبحث تست حل کن. نتونستی نرو کلاسش، خیلی واضحه. جزوهتو دوره کن کامل، نتونستی نرو. بچه ها
روی تبلیغات هیچ کس رو ثبت نام نکنید. اول از همه خود منو رو تبلیغ ثبت نام نکن. کارش رو ببین، تسلطش رو تو سوال کنکور ببین، نحوه آموزش دادنش به خودت رو ببین، صفر تا صد کلاسش رو ببین، جزوهش رو بخون، دوره بکن جزوهش رو، تست رو تونستی بزنی برو ثبت نام کن. در غیر این صورت این کار رو نکن. در غیر بچه ها یادتون باشه معلم ها اون چیزی که میخوان به شما بگن در جلسات فرست کلاس قسمتی از بخش های پولی کلاسشونه. پس خواهش میکنم کامل ببین و این کارو، اما خدا وکیلی غیرت داشته باش، جزوه رو بنویس و جزوه رو دوره کن. نه اینکه بری اون نتونستم حل بکنم. معلومه شما سر هر کلاسی بری جزوهشو نخونی کارشو انجام ندی نمیتونی حل بکنی. بچه ها میخوام برم سراغ اینکه چجوری بفهمم یه مطلب رو خوب یاد گرفتم. خوب نگاه کن، خیلی کمکت میکنه. بچه ها این مباحثی که میگم مباحث بیسیکه، شاید خیلی ها بهش توجه نکنم بگن چه ارزشی داره. من به عنوان کسی که این مسیر رو رفتم اتفاقا ارزش اینا رو بسیار هم خوب میدونم و خیلی هم مهمه. رزومه ما دیگه وسط هر اسلاید داریم یه قبولی بهتون میدیم دیگه. اگر شاگرد منی آزمون بهت میدم مثلا هلو محپس به محپس میری جلو، هیچ همراه بازمونه یه قلم چی؟ اگر نه اصلا قامت نباش، آقا شاگرد من نیستی، اصلا مشاور نداری، سوالات ضریبداری که نزدی 5 تاشو انتخاب کن. مثلا یه مبحثی بوده معلمت مباحث سوال 1-30 رو به شما آموزش داده، مباحث سوال 1-30 مثلا تابع. خب شما سوالات زوج رو زدی. سوالات زوج یعنی چی؟ یعنی 2, 4, 6, 8, 10 برو جلو. اگر که بعد از اینکه این تموم شد بیا از سوالات فرد 5 تا دونه رندوم انتخاب کن. مثلا سوال 3, 11, 17, 23, 29 5 تاشو انتخاب بکن. خب بعد از اینکه این 5 تا رو انتخاب کردی بیا اینا رو بزن. خوب نگاه کن 5 تا رو بزن. اگر 2 تا زدی درست یا کمتر زدی خوب نیست. اگه فقط 2 تاشو درست زدی یا کمتر از 2 تا یعنی مبحث یاد نگرفتی. اگر 3 تا زدی به نظر من اینه که با تست بیشتر زدن میتونی کارتو خیلی بهتر بکنی. اگر 4 یا 5 تا زدی یعنی آموزشت خوبه. یعنی اگر 4 یا 5 زدی آموزشت خوبه. بچه ها این تکنیک ها رو پیاده کنید. میدونی چرا میگم اینو پیاده کنی؟ بهت یه چیزی میگم اصلا خیلی ها تو ذهنشون این نمی گنجه، چون این کاره رو اصلا انجام ندادن تو عمرشون. بیا بهت میگم ببین تفاوت مشاوری که عمل کرد داره اینه. ببین شما الان میای از مرداد ثبت نام میکنی، خب میرسی به اسفند. تو دانش آموزای خودم این اتفاق میفته. میرسی به اسفند طرف میگه آقا من هیچ پیشرفتی نکردم، من از کس دیگه مثال نمیزنم، هیچ پیشرفتی نکردم. خب من میرسم اسفند میبینم دانش آموز ترازش اول سال 4100 بوده، الان هم مثلا 4300، تفاوتی نکرده این دانش آموز. من وقتی بخوام این دانش آموزو تمومه باش، وقتی بخوام این دانش آموزو آنالیز کنم، وایسین آخرش یه سورپرایز خیلی باحال دارم، وقتی بخوام این دانش آموزو آنالیز بکنم میام میبینم آقا مثلا میگم حرکت رو نصفه بلده، تابع رو نصفه بلده، بولان رو نصفه بلده، بیسان رو نصفه بلده. این دانش آموز میدونی بعدی براش اتفاقی میفته؟ این دانش آموز بعدی توی اردیبهشت ترازش میشه چقدر؟ میشه 3500. چرا؟ چون اصلا از اون جایی کوچولو که تو بلدی که سوال نمیدن، که از جایی سختش سوال میدن ترکیبی هم میدن، پس تراز دوف میکنه. اگر از اول سال همه مباحث رو پایش نکنی قطعا به نتیجه که میخوای نمیرسی. مطالب خیلی زیاده، هفته بعد مطلب خیلی دارم در مورد تحلیل ها و اینا خیلی کار دارم. میخوام اگر با کلاس حال کردی، بچه‌ای که تو سایت کلاس اینا هن، یه بنازم بزنن لذت ببرم، یه بنازم مشتی بزن، یه بنازم مشتی بزن، به به بزن 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 حال کنیم، بزن بزن ماشاءالله ماشاءالله بزن ماشاءالله وای وای بزن بزن بترکون بزن 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 ماشاءالله بزن بزن دمت گرم. اگه میخوای جلسه بعدی انفجار داشته باشیم بنازمو بزن، بزن مشتیا اونی که خسته نشد بنازمو بزنه. ماشاءالله 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 امسال با هم میترکونیم.
اونایی که عشق دندون، دارو، پزشکی، رشته تاپن یه بنازم بزنن، بزن بنازم رو ببینم، بزن ماشاءالله. اونی که عشق رشته تاپو داره، دمت گرم، دمت گرم، دمت گرم، ماشاءالله، 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 عالی، 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 عالی. دوستتون دارم خیلی زیاد، بتره کنین، عاشقتونم، ایشاره که بهترین اتفاقا بیفته، بزنین بمب بره جلو. آقا بزن به نازمو که بریم. قربون شما، دم همگی گرم، مرسی از همه لطفتون و اینکه نگاهتون رو به ما دادین. خیلی دوستتون دارم، انشالله باز هم میبینمتون، عاشقتونم. و یا علی حتما پیج من رو داشته باشیم بچه ها، پیج دکتر بشیم دات آی آر. من اینجا مینویسم پیجم رو، دکتر بشیم دات آی آر، این پیج من هست، دکتر بشیم دات آی آر. بیایید دریای قبولی، خداوندگار قبولی، یعنی تمام، تمام، خدافز، خدافز، تمام، خدا نگهدار، تمومه.